سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. مدت هاست که در مورد قصاص در ایران صحبت های زیادی میشه. البته ما برنامه های متعددی رو در زمینه اعدام در ایران داشتیم و مشخصاً موضع آن چیزی که تا به امروز هم از اون دفاع شده لغو کامل اعدام هستش. حتی در مواقعی که ما در مورد کمپین لغو گام به گام اعدام هم صحبت میکنیم، در مورد مسئله گام به گام بودن اون هم صحبت‌های زیادی شد که البته این بحث‌ها رو ادامه خواهیم داد. اما در برنامه امروز بیشتر به سراغ مسئله قصاص خواهیم رفت و قصاص رو بررسی میکنیم. بعد از اینکه لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید مخالفت با قصاص مخالفت با اسلام است، و بعد از اینکه روزنامه آسمان به دلیل چاپ یک نقل قول از آقای دکتر باوند بسته میشه و محدودیت های بسیاری برای حتی طرح سوال در این مورد در ایران مطرح میشه، برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم تا بررسی کنیم آیا واقعا قصاص یک اصل اسلامی است که نمیتوان در آن حتی تحقیق کرد و در مورد اون شک داشت یا خیر. در برنامه امروز با آقای مازیار شکوری نویسنده روزنامه نگار که مطالب ایشون رو در سایت انقلاب اسلامی هم میتونید پیگیری بکنید همراه شما خواهیم بود. آقای شکوری عزیز سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و نگاهی بکنیم به مطلبی که شما چندی پیش منتشر کردید در مورد قصاص، نگاهی بکنیم به این داستان که آیا واقعا قصاص یک امر اسلامی است، یک حکم اسلامی است که نمیشه در مورد اون تحقیق کرد و شاید به مانند آنچه صادق لاریجانی میگوید مخالفان قصاص مخالفان اسلام هستند. چگونه میبینید؟ آیا به واقع قصاص چنین جایگاهی رو در اسلام داره؟ سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان محترم شما. نگاه کنید، بحث قصاص در قرآن جنبه های حقوقی دارد و جنبه های اخلاقی. مسلم این هست که یک مسلمان این حکم قصاص را میپذیرد، اما اون چرا که جناب آقای لاریجانی و همفکران اون از اون فرار میکنند این هست که وقتی که شما میخواهید قانون بنویسید، مثلا بحث قصاص یا هر بحث دیگری را مطرح میکنید، بحث باید در جامعه در بگیرد به عنوان موافق و به عنوان مخالف، و الا دیگه شما چرا قانون میخواهید تصویب کنید؟ بحث این است. شما وقتی میایید در فرایند قانون گذاری یعنی کار رو عرفی میکنید دیگه، شما اون رو از اون وجهه دینی و الهیش دیگه بیرون میارید، میخواهید قانون بنویسید. همین بحث لایحه قصاص رو هم که الان ما مقاله نوشتیم ابتدای انقلاب هم شد، شما میگید که این به صورت قانونی میخواد در بیاد. خب وقتی میخواد به صورت قانونی در بیاد، یا باید به صورت طرح باشد یا لایحه باشد، برود مجلس موافق و مخالف صحبت کنند، مطبوعات باید نظر بدن، روشنفکرها حقوقدانها باید نظر بدن، حالا این نظر میتواند موافق باشد میتواند مخالف باشد. این اصلا ارتباطی این صحبت آقای لاریجانی اینها ندارد که آیا قصاص ضروری اسلام هست، اسلام و مسلمانی هست یا نیست. اینها متاسفانه این قسمت رو دارن در میروند. بس این هستش. اگر شما در مقام رئیس قوه قضاییه دارید صحبت میکنید، دارید بحث قانون میکنید، قانون یک چیز عرفی است. حالا شما این را چه از دین بگیرید چه از غیر دین، موافق و مخالف باید اظهار نظر کنه. این نمیشه و شما هر روز یه چماق تکفیر برداری بزنید سر اینون، این گونه نیست. حالا در مورد آیات قصاص هم ما توضیح خواهیم داد. بله، قصاص کاملا عقلانی هست، یک حق شخصی هست برای وکیل، برای ولی دم مقتول، یا بعضا برای کسی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته، مثلا مجروح شده، این یک حق شخصی هست. حالا اون شرایطش رو حقوق اسلامی خودش مشخص میکند. اما به این صورتی که آقای لاریجانی و همفکران ایشون میگوین نه، به این صورت نیست که حالا تا اگر شخصی یک نظری داد بخواد مرتد باشد، کما اینکه اصولا افراد با خود اصل قصاص مخالفت نمیکنند. افراد اصولا با برداشت این آقایان از قصاص مخالفت دارن که حالا انشالله وارد اون بحث هم خواهیم شد. آقای شکوری، شما در ابتدای مطلبتون اشاره ای به یکی از صحبت‌های آیت الله خمینی داشتید که بعد از درخواست راهپیمایی جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص انجام شد و بعد از اون بودش که در اصل جبهه ملی رو مرتد اعلام کردن و
داستانهایی که به محدودیت کامل این جریان سیاسی در ایران انجامید. چگونه از این صحبت ها رو من دوست دارم خودتون به صورت مشروع توضیح بدید، ممنون میشم. بله، این مسئله بوده، این بوده که به بهانه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص، آقای خمینی حکم به ارتداد جبهه ملی دادند و از اون زمان به بعد متاسفانه حقوق جبهه ملی، فعالان جبهه ملی نقض شد. حال اینکه بعد چه بوده، آیا واقعا اینی که آقای خمینی میگفته بوده یا خیر، به جهت تاریخی اون زمان که بحث لایحه قصاص پیش آمد، اول اینکه فقط جبهه ملی با اون لایحه قصاص مخالفت نکرده بود، بلکه دو تا بیانیه پیش از جبهه ملی صادر شده بود. یک بیانیه در 20 بهمن سال 60 بود که 113 تن از حقوقدانان و قضات دادگستری این بیانیه را صادر کردند در مخالفت و اعتراض به این لایحه پیشنهادی قصاص، و بیانیه دومی هم بوده که در 22 اردیبهشت همون سال 60 این بیانیه صادر شده با 167 امضا از سوی اساتید دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری. حالا اگر بنا باشد اعتراض و مخالفت با اون لایحه پیشنهادی قصاص حکمش ارتداد باشد، چرا آقای خمینی فقط جبهه ملی را مرتد اعلام کردن، مابقی را مرتد اعلام نکردن؟ بنابراین این چیزی که نتیجه می شود از اون حرف آقای خمینی این است که حرف آقای خمینی فقط جهت مصلحت حکومتش بوده و الا اینجا بحث دین و اینها مطرح نبوده، کما اینکه خودشون هم میگوین اعتراض جبهه ملی به لایحه قصاص. لایحه قصاص لزوما با خود قصاص قرآنی یکی نیست و بندم کوشیدم که در این مقاله همین را نشون بدم که این لایحه قصاص اصلا خودش ضد اسلامی بوده، اصلا با اون قصاصی که قرآن میگوین 180 درجه اصلا چیز تقابل داشته. بحث این بوده. حالا بحث دیگری که هست به جهات حقوقی نگاه کنید، شما میگی لایحه دادیم، شما زمانی که دولت یک لایحه‌ای رو میده به صورت پیشنهاد به مجلس، مسلم این هست که موافق و مخالف باید اظهار نظر کنن. مضافاً بر این نمایندگان مجلس، خود مطبوعات، روشنفکرها، حقوقدانها، اینها هم باید اظهار نظر کنن، حتی بعضن روانشناسها، جامعه شناسها، حالا یا موافق یا مخالف. این نمیشود که شما لایحه بدهی بعد پوزه بند بزنی به دهن همه بگوی همه خفه، تا یک نفر یک حرفی میزند بیای اونجا مصلحت و منفعت خودت را در نظر بگیری، او شما مرتد شدید. این یکی بود. حالا چرا این آقای خمینی این حرف را زد؟ این یک بهانه بود. جبهه ملی یک بیانیه داده بود برای تظاهرات روز 25 خرداد. این بیانیه جبهه ملی 3 ماده داشت. یکی از این مواد حمایت از رئیس جمهور بود، آقای بنی صدر. یکی از این مفادش این بود، یکیش هم این اعتراض به لایحه قصاص بود. بنده با تماسی که با فعالان جبهه ملی گرفتم، گفتیم آقا شما این متن کامل بیانیه را اگه دارید بدید، گفتن نه، سال 60 همه را به یغما بردن. حالا یکی از اینها این بود. بنابراین حالا 30 خرداد که آقای بنی صدر رو با کودتا عزل کردن در ترتیب، این بحثی که بوده که حمایت از رئیس جمهور دلیل علت اصلی آقای خمینی همین بوده، منتها لایحه قصاص را بهانه کرده. غرایم به ما این را نشون میداد، با توجه به اون دو بیانیه که از سمت سوی حقوقدانا قبل از این عرض کردم که صادر شد، این نشان میداد که بحث آقای خمینی فقط یک بهانه بوده برای اینکه جبهه ملی را به خاطر حمایت از رئیس جمهور از میدان بدر کند. بنابراین این بحث لایحه قصاص اونچنان ارتباطی که آقای خمینی و اون طرفدارانشون امروز میگوین اصلا به یکدیگر ندارد. حالا ما استنادات قرآنی هم داریم، آوردم در اون مقاله برای مقایسه لایحه قصاص و خود قصاص قرآنی که انشالله به اونم میتوانیم بپردازیم. دقیقا آقای شکوری، اگر اجازه بدید وارد بحث اصلی برنامه بشیم. این تناقض هایی که خودتون اشاره میکنید که اصل قصاص در اسلام با آنچه امروز در ایران داره اجرا میشه و اتفاق میفته، از کجا نشأت میگیره و این تناقضات چه هستش؟ بله، بنده به یک سری آیات اشاره میکنم در مورد قصاص. آیه شریفه 5 سوره مبارکه اسراء میگوید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
میگوید که کسی که بکشد نفسی را بدون اینکه او قتل عمدی مرتکب شده باشد و یا در زمین فساد کرده باشد، پس این بدان معنا است که همه انسانها را کشته است و کسی که زنده کند او را، پس بدان معنا است که تمامی انسانها را حیات بخشیده است. حالا در این آیه سه نکته از اینجا استخراج میشه. یکی اینه که مجوز قتل عمدی فقط در صورتی هست که خود اون مقتول خودش قتل عمد دیگری کرده باشد که مجوزی برای اون قتل نداشته باشد، یا افساد در زمین کرده باشد به معنای خاصش نه به معنای عامش. یکیش این است. دومی اینه که در این آیه شریفه دارن ارزش حیات فرد نوع بشر رو میگوید که شما اگر بخوای خدا ناگرده یک بیگناه رو بکشی به قتل برسونی، گویی که همه انسان ها را کشتی، و اگر بخواهید که یک انسانی را حالا با بخشش یا به هر طریقی از مرگ نجات بدهید، گویی که همه انسان‌ها را زنده کرده اید. سومین نتیجه ای که از اینجا بیرون می آید که همون عرض کردیم که در تحسین نجات انسان هاست. این حالا گفتیم که حالا میتونه به صورت عفو باشد به گونه های دیگر باشد. آیه شریفه دیگر، آیه شریفه 194 سوره مبارکه بقره است که میگوید که از شهر الحرامو به شهر الحرامه و المحرماتو غصاصون فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم و تقوالله و علمو ان الله مع المتقین. میگوید که ماهای حرام را در برابر ماهای حرام نگاه دارید و اگر حرمت آن را نگاه نداشتم و به شما تعدی کردم، پس شما نیز با آنان تعدی کنید، دقیقا به همان کمیت و کیفیت که آنها به شما تعدی کردن، و از الله بترسید و بیش از آنچه به شما تعدی کردن تعدی نکنید، و بدانید الله با این ترسایان است که بیش از حد تعدی نکنن. این آیه شریف هم نکات اخلاقی و حقوقی در خود دارد. اولیش این است که این قتال و خشونت را در ماهای حرام کاملا تحریم کرده قرآن. این یکیش هست. شما حتی میبینید که کسی را در اون ماها این دادگاه ها اینها نمیتونن قصاص کنن. این یکیش هست. دومین موردش این است که میگویند که حالا اگر در همین ماهای حرام به شما تعدی صورت گرفت، شما هم تعدی کنید، منتها خود این تعدی با چگونه باشه. شرایطش رو که در این آیه میگویند، یکی این است که این در مقام دفاع مشروع باشد، این را حقوقدان ها می دانن یعنی چی، و یکی هم اصل حقوقی تناسب مجازات با جرم را در اینجا دارد مطرح می کند که شما بیش از اونی که آقا به شما تعدی کردن نباید تعدی کنید. این هم یک اصل حقوقی است که این در اون آیات هستش. آیه شریفه دیگر، آیه شریفه 178 سوره مبارکه بقره است که می گوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فالقتل للحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. در این آیه شریفه میگوید ای کسانی که ایمان آوردید، بدانید مقرر داشتیم بر شما قصاص را در قتلی که باشد آزاد برابر آزاد و بنده برابر بنده و زن برابر زن، و هر کس که به اراده ولی مقتول به دیه یا غیر آن بخشیده شده است، کاری از نیکو و قاتل آن را به نیکی ادا کند، یعنی همون دیهی که حالا خواستن یا هر چیزی را خواستن به نیکی ادا کند، و این بخشش و تخفیف رحمتی است از سوی رب شما، و کسی که از قاتل و یا ولی مقتول تعدی کند پس از آن، یعنی پس از اون بخشش، پس از اون عفو، برای او است عذابی دردناک. این آیه شریف هم باز هم در خودش مباحث حقوقی دارد و مباحث اخلاقی. یکی اولش این است که میگه که این قصاص حکم شده در ایمان آورندگان، زن در برابر زن، آزاد در برابر آزاد. این فقط نشان دهنده این هست که به قول معروف برابری را در اینجا میرسوند، و الا این نیست که اگر یک آزاد یک برده ای را زد کشت یا مرد زنی را زد خدای ناکرده کشت، اینجا نابرابری باشد. نه، اینجا اصل قضیه میخواد اون تقابل را بگوید.
دومی این هست که میگوید که ولی دم حق دارد از این حق قصاص خود بگذرد، حالا یا با دریافت دیه یا به رایگان. یعنی در این صورت به هر حال میتوند حق خودش رو، حق انتقام رو اثبات کند. موضوع سوم این هست که این را در این آیه شریفه، این تخفیف را، این گذشت رو یک رحمت میدوند که از سوی رب هستش و این خودش مسلم الفت و میان متخاصمین ایجاد میکند. بحث چهارمی که از اینجا استخراج میشود این است که زمانی که این تخفیف، این بخشش، این عفو صورت میگیرد، قرآن اینجا میخواهد که به مسلمین بگویند که یعنی این بحث ایجاد جرائم رو جلوگیری کند. بحثش اینجا اینه، یک بحث دقیقا حقوقیه. میگوید اگر شما بخواهید پس از این عفو دوباره تعدی کنید به این بهانه به یک دیگر، اون موقع برای شما عذاب دردناکی هستش. یعنی میخواد جلوی جرم پیزی را بگیرد. این هم این از و خود این بحث بخشش را هم که مطرح میکند، این برمیگردد به همون آیه شریفه پنجم سوره مبارکه اخلاص. ما گفتیم اگر کسی یک نفر را زنده کند، یک نفس را زنده کند، مانند این است که همه انسانها را زنده کرده. خود این تخفیف، خود این عفو هم به اونجا برمیگردد. آیه شریفه دیگر، آیه شریفه سوره آیه شریفه پنجم از سوره مبارکه مائده، در این آیه میگوید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن و سن به سن و جروح و ساسون فمن تصدق بهی فهو کفارت له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. میگوید و بر آنان مقرر کردیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان میباشد و زخمها قصاصی دارند و هر که از آن درگذرد پس از آن چه از پس درگذرد پس آن کفاره گناهان او خواهد بود و کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده داوری نکرده اند آنان خود ستمکارند. در این آیه سه مورد از اینجا استخراج می شود. اولیش این است که این تقابل برابری قاتل و مقتول و مقدار و کیفیت و موضع قصاص رو داره مشخص میکنه، این از جهت حقوقی هست. دومی گذشت از قصاص رو تشویق میکنه برای مسلمان ها، میگوید که اگر شما بخواید ببخشید از این حقتون رو اثبات کنید، این هم میشود کفاره گناهان شما. اینجا این نگاه کنید دیدگاه رحمانی هست مال قرآن در مورد قصاص. سومین مورد نحوه داوری در مورد قصاص هست و اجرای اون که میگوید که فقط باید بر طبق همین موازین رحمانی که ما میگوییم باشد. مثلا همین عرض کردیم که تناسب جرم و مجازات، این تقابل ها، اینها رو میگی که همه رو شما باید رعایت کنید. آیه شریفه 179 سوره مبارکه بقره هست که میگوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یعنی اینکه و هر آینه برای شما در قصاص زندگی است ای اهل خرد، باشد که شما ترس از خدا پیشه کنید. فکر میکنم که این آیه شریفه اشاره دارد به تمام این آیاتی که ما تا کنون قرائت کردیم و آیه که پس از این قرائت خواهیم کرد، که این آیات اون نقطه های حقوقی و اخلاقی را در جامعه، اون گذشت، اون رأفت، اون اسقاط حق، اون بخشش را نشون میدهد تا حتی این جرم‌خیزی کمتر بشود در آینده. به این جهت قرآن میگوید که در این قصاص برای شما یک حیات هست، یک زندگی دیگر هست. یعنی این کاملا با اون قصاصی که این آقایان لاریجانی ها و آقای خمینی ها میگوین شما الان اگه مقایسه بکنید کاملا فرق میکنه. آیه شریفه دیگر هم هست که این آیه بسیار مهم هست، آیه 17 سوره مبارکه اسلام هست که میگوید لا یسرف فی القتل انه کان منصورا. میگوید که در قتل اسراف و زیاده روی نکنید که همانا آن برای شما پیروزی است. یعنی زیاده روی نکردن در قتل برای شما پیروزی است. حالا یعنی این عجله کردن در قتل یا عدم اطمینان، با شک کسی را به قتل رسوندن.
و خیلی از مسائل دیگر از مصادیق اسراف توی قتل بوده که میگه شما این کار رو نکنید، این عجله نکنید تا مطمئن نشدید، این کارها رو نکنید، قتل انجام ندید، قصاص نکنید تا مطمئن نشدید. حالا اما یک سری ایراداتی که به لایحه قصاص وارد هست، همون لایحه قصاصی که بر مبنای اون آقای خمینی این فضاحت رو به راه انداختن و نقض کردن حقوق جبهه ملی ایران را، اون را دستاویز قرار دادن، البته این ایرادها زیاد هست. حالا اگر ما یکی یکی بخواهیم که این ایرادها را بگوییم، خدمت شما عرض کنم که در ششم قانون مجازات اسلامی، یعنی همین قانون مجازاتی که لایحه قصاص بود بعد شد قانون مجازات اسلامی، ماده 273 در اینجا میگوید که بحث این است، میگوید قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. حال اون چی که سوال هست این است، اگر این شهود در شهادت خودشون به اشتباه خواه یا ناخواه یا دروغ به عمد شهادت دادن که شخصی قاتل بوده، قتل عمد کرده، و این شخص متهم با شهادت اشتباه یا دروغ اینها قصاص شد، حیاتش گرفته شد، خونش هدر شد، حال آیا این آیاتی که ما در مورد قصاص خوندیم، این آیاتی که میگوید که شما در قتل اسراف نکنید، آیا این آیات خدشه بهشون وارد نشده؟ آیا اون آیه شریفه‌ای که میگوید اگر کسی یک نفس را بکشد به مانند این است که همه انسان‌ها را کشته است، آیا اون خدشه‌دار نشده؟ این یکی از ایرادهایی هست که در این ماده قانونی، ماده 273 در مورد راه‌های اثبات قتل هستش، مجازات متهم در مورد قصاص. ماده 220 همین قانون مجازات هست که همون لایحه قصاص بوده، در مورد مقتول شدن توسط پدر یا جد پدری، که این ماده 220 میگوید پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. خب در اینجا اون تقابل و تناسبی که ما در آیات نفس به نفس میگوید رعایت نشده، این یکیش، یعنی آیات قصاص در اینجا نقض شده، تناسب مجازات و جرم هم که خب دیگه اصلا بالکل نقض شده. این هم یکی دیگر است. البته در این مورد بگویم که این فتوا برآمده از فتاوی مشهور فقها هست، البته آیت الله ثانی این فتوا را رد کردن، این فتواشون فتوای غیر مشهور هست، این گام را ایشون برداشتن. مورد دیگر قتل مرد مسلمان است و مقتول که مقتول زن مسلمان باشد، اگه قاتل مرد مسلمان باشد و مقتول زن مسلمان باشه، ماده 220 هستش، ماده 220 قانون مجازات هست که میگوید هرگاه مرد مسلمانی عمدن زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به او بپردازد. در اینجا هم مجددن نگاه میکنیم که این تقابل تناسب نفس به نفس که در آیات اومده بود رعایت نشده، قاعده تناسب مجازات و جرم باز هم در اینجا نقض شده. این یکی از موارد هست، وقتی ما آیات میگوید نفس به نفس، نفس دیگه زن و مرد ندارد که، اگه همه نفس هستن، در نتیجه این هم مغایر هست در اون بوده در اون لایحه قصاص با اون آیات قصاص قرآنی. سومین مورد این است که اگر قاتل مرد مسلمان باشد و مقتول زن مسلمان، ماده 209 هست این قانون که میگوید هرگاه مرد مسلمانی عمدن زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. خب در این آیه، در این ماده قانونی هم که در اون لایحه قصاص بوده، تقابل و تناسب نفس به نفس رعایت نشده و قاعده تناسب مجازات و جرم هم دوباره طبق معمول نقض شده. البته در این مورد هم باید بگوییم که متاسفانه این نابرابری زن و مرد در قصاص از فتاوی مشهور فقها هست. این فتوا را آیت الله ثانی با
ادله رد کردن. البته باز هم ما داریم در مورد برابر نبودن قصاص برای مسلمون و غیر مسلمون، این هم با آیات شریفه قرآن هم خونی ندارد که دقیقاً، حالا اونها رو هم اگر بخوایم نگاه کنیم بنده در اینجا نیاوردم، منتها دقیقاً همین هست و همین ایرادها همونجا هم وارد هستن. در مورد خود همون نابرابری قصاص مسلمون و غیر مسلمون هم باید بگویم متاسفانه فتوای مشهور فقها هست، اون رم آیت الله عظما ثانی با ادله قرآنی رد کردن و برابری قصاص رو در اونجا جایز میدونن. بنابراین اون چرا که جبهه ملی به اون معترض بود قصاص قرآنی نبود، لایحه قصاص بود، لایحه پیشنهادی که الان این فقط گوشه ای از اون هست که ما میبینیم این همه ایراد اشکال دارد و خودش ضد اسلامی است، ضد انسانی است به واقع. و جبهه ملی با این قصاصی که این آیات رحمتی که ما در اینجا گفتیم که همش از بخشش و عطوفت و معیارهای حقوقی قواعد حقوقی صحبت می، با این مخالف نبوده و این فقط یک دستاویزی شده بود برای آقای خمینی که این جریان رو از صحنه بدر کند. کما اینکه یک مورد رو هم بایستی بگوییم که قصاص یک حق شخصی هست، اما اون چرا که شما در قانون مجازات اسلامی میبینید این هست، میگوید که ولی دم با اذن و اجازه ولی فقیه میتواند که قصاص کند. خب این آیات شریفه این رو یک حق شخصی میدوند. خود قانون شما بعد چگونه میاید به جز ولی دم اون آقای مثلا خمینی باشد، خامنه‌ای باشد، هر کی باشد، اجازه اون را لازم میدوند. در نتیجه اینجا که دیگه کلن اصل قصاص زیر سوال رفته در این قوانین جمهوری اسلامی، این خود جمهوری اسلامی هست که دارد این آیات قصاص رو، اصل قصاص قرآنی را نقض میکند، نه جبهه ملی، نه اونها که معترض بودن به این لایحه قصاص و این قوانینی که متاسفانه به نام اسلام ضد اسلامی در جمهوری اسلامی وضع شده و جامعه را به تباهی کشیده. بنده در خدمت شما هستم. آقای شکوری، شما بارها به نام آیات الله ثانی اشاره کردید. بعد از فتواهای از این دست و مخصوصا بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 بود که مجمع مدرسین حوزه علمی قم حکم به رد مرجعیت آیات الله ثانی دادن، نگاه بکنیم به این موضوع، به این که آیا این احکام اینقدر تاثیرگذار بوده که ترس جامعه روحانیون رو در بر داشته، و اینکه فکر میکنید با چنین احکامی آیا میشه به آینده خوشبین بود تا حداقل برخی از این قوانین تغییر پیدا کنن؟ بله، شما الان چند مورد رو مطرح کردید. اولا اونهایی که آیت الله ثانی را به قول خودشون الان خلع کردن از مقام مرجعیت، اونها خودشون اولا عادل نیستن، یک عده هستن که صبح تا شب دروغ میگوین، مثل این دروغ هایی که ما از آقای خمینی اینجا گفتیم در مورد همین لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، اونها اصلا حرفشون نافذ نیست. این یک مورد. آیت الله ثانی البته در مورد ایشون بازم جدا باید صحبت کرد. ایشون یک مبناهای خیلی جالبی رو گذاشتن در فقه، متاسفانه در میان فقهای شیعه استناد به قرآن محجور مانده بود، بیشتر بحث حدیث بود. ایشون آمدن و تزوایات رو، اون چیزی که بنده از ایشون دیدم در دروس ایشون، در جزواتی هم که ایشون میدادن، به فتاویشون مراجعه کردم، تمام احکام رو، فتاوی مشهور و خود احادیثی که در این فتاوی به اونها استناد شده بود، اینها رو به قرآن ارجاع دادن و با آیات قرآن برخی از این فتاوی و خود این احادیث رو ایشون مردود دونستن، باطل دونستن یا تعویل کردن و به نتایجی رسیدن. ایشون هم به جهات روش فقهی در حوزه های علمیه در میان فقها تأثیراتی گذاشتن، البته بعدها این تأثیرات بیشتر مشهود خواهد شد، و هم به جهت فتوایی که فتوایشون به هر حال در مطبوعات گسترش داره، در فضای مجازی خبررسانی ها گسترش داره و اتفاقا در قانونگذاری ها اصلاحی های جدید هم مسلم این هست که استنادهایی که جریانهای معترض به همین گونه لوایحی که ما الان اشاره کردیم که طرحهایی که میرود حالا به مجلس، اینها فشاری که آوردن استناد هستش خیلی جاها به فتاوی ایشون، مسلم تأثیر داشته و خواهد داشت. در بخش پایانی برنامه
چندی پیش مطلبی رو در مورد 14 اسفند منتشر کرده بودید. از زبان خودتون بشنویم جریانات 14 اسفند، یاد دکتر مصدق و البته اتفاقاتی که بعدها شاید در تاریخ ایران نیاز باشه بیشتر به اون نگاه بشه. خواهش میکنم. مرحوم دکتر مصدق در 14 اسفند از دنیا رفت و مصدق یکی از نمودهای خط استقلال آزادی بوده در برابر خط وابستگی، و این 14 اسفند و امثال مرحوم دکتر مصدق وقتی به عنوان نمود معرفی می شوند کار یکم آسانتر می شود، یعنی کاملا می شوند سمبول اون استقلال و آزادی، و حاکمانی که بعدها می آیند مجبور هستند که خودشون رو با این نمودهای استقلال آزادی در جهت استقلال آزادی تطبیق بدن، و اگر تطبیق ندهن با استناد به رفتار کردار این سمبول ها مثل مرحوم دکتر مصدق اینها محکوم و متهم خواهند شد. بنابراین در انقلاب هم بنده این رو اشاره میکنم، اون 14 اسفند تاریخی سال 59 که آقای بنی صدر در تجلیل از راه مصدق اون میتینگ با شکوه رو در دانشگاه تهران خواستن که اجرا کنن، اما با حرکت‌های نیروهای چماغداری که از سوی حزب جمهوری و دفتر نخست وزیری آقای رجایی با اشاره‌های خود آقای خمینی حمله کردن به اون میتینگ، و اونجا آقای بنی صدر بود که ایستاد بر استقلال و آزادی و یک حرکت تاریخی انجام داد که از مردم خواست که دستگیر کنن این نیروهای چماق به دست رو که اونجا به هم می‌زدن و توهین می‌کردن به راه مصدق، به استقلال آزادی ایران، و در اونجا اوراق و هویت اینها را، کارت‌های شناسایی اینها را برای مردم نشان داد، اونها را خوند که چند تا از اینها پاسدار بودن، چند تا در کمیته‌های انقلاب اسلامی بودن، حتی از اعضای دفتر نخست وزیری همون آقای رجایی اینها را اونجا علنا به مردم نشان داد، و فردا هم در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر کرد تا دست اینها رو بشه و مردم بدانند اون خط وابسته کدام خط است. گرچه که متاسفانه بعضی ها از این حرکت آقای بنی صدر تجلیل نکردن، اما این حرکت واقعا حرکت تاریخی شد که نشان داد، ادامه داد اون راه مصدق را، احیا کرد راه مصدق را، اون ستون پایه‌های ظلم و ستم را همونجا به همگان نشان داد. من تشکر میکنم از شما جناب آقای شکوری عزیز که امروز همراه ما بودید. امیدوارم که بتونیم در فرصتهای بعد از این دست بحثا رو بیشتر داشته باشیم تا بتونیم با جزئیات بیشتری هم مسائل رو بررسی بکنیم تا حداقل واقعیتها رو بیشتر نشون بدیم. باز هم از شما تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. از شما هم تشکر میکنم که همراه برنامه تفسیر خبر امروز بودید. به صفحه فیسبوکی ما اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید، و از طریق همون صفحه و یا آدرس ایمیل برنامه با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون ما رو در بهتر شدن برنامه یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر، بدرود.